Doamne, 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 și că o să vă scuzori, از این که بار دیگر و یا هفته دیگر عمر را برای من و شما ارزانی فرمود و توفیق و عنایت فرمود تا لحظات را در خانه او گرد هم جمع شده و بر سفره رحمت بیکران الله جل جلاله نشسته باشیم و از سویوزات و برکات و رحمات الهی استفاده نمونیم. امید است که خداوند همه طاعات و عبادات و بندگی من و شما را در درگاه خود قابل قبول عنایت بفرماید و از سر تقصیرات همه ما درگذرد و قلمی عفو و بخشش ویش را بر روی گناهانمان بکشد و در روز قیامت در میدان محشر درونده اعمال من را به دست راست من عنایت بفرماید، ما را از جمله بندگان مخلص خویش قرار بدهد. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و بزرگوار، بحث این روزی ما و یا بحث این هفته ما در ارتباط به جایگاه و فضیلت و عظمت دختر از دیدگاه دین مبین اسلام است. ممکن پس از برادران سؤال بکنند که چرا این موضوع را انتخاب کردیم. در این هفته روزی بود به نام روز تجلیل از مقام بالای دختر، دوری که امروز در دنیا معروف است و ما و شما آگاهی داریم. هر روز ما به یک نام نامگذاری میکنم، روز معلم، روز مادر، روز کارگر، روز فلان و فلان و در نتیجه روز دختر. خواستیم ببینیم که اسلام عزیز قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد جایگاه دختر و پسر چی ارشادات دارند. متاسفانه بعد از 1400 سال امروز که از عمر اسلام عزیز می‌گذرد، هنوز در بعضی از فامیل‌ها فرهنگ تبعیض بین دختر و پسر هست. هنوز در بسیار از موارد به جامعه اسلامی بعض از برادران عزیز فکر می کنند که پسر نسبت به دختر جایگاه و مقام بالاتری دارد و یا با دین حقیرانه نگاه می کنند و یا فرق قائل می شود بین پسران و دخترانشان. بنابراین چی خوب است که ما امروز بدانیم، بفهمیم که در اسلام عزیز بین فرزندان انسان هیچ تبعیضی وجود ندارد. خالق دختر و پسر هر دو یکیست. مرجع و منشأ تولد دختر و پسر هر دو یکیست. علل و اسباب و وجود آمدن دختر و پسر هر دو یکیست. از اونجایی که اسلام برای به خصوص قشر زنان ارزشی بالای قائل شده، اما جایگاه دختر به طور مشخص در اسلام، مقام و ارزش دختر، جایگاه و عظمتی که اسلام برای دختر داده هم آشکارا و مشخص است. الله سبحانه و تعالی در قرآن از حقوق دختران صریحا دفاع کرده. یعنی آیاتی است در قرآن عظیم الشأن که مخصوص تنها و تنها
هدف نزول این آیات دفاع از حقوق و جایگاه و ارزش دختر در اسلام است. اینکه ما امروز به عنوان یک مسلمان نمیدانیم، نمیفهمیم جایگاه دختر در اسلام را، این تفسیر اسلام نیست، مقصر خود ما است. الله سبحانه وتعالى فرماید وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُمِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. یعنی یکی از سؤالهای روز قیامت در میدان محشر دفاع از حق دختر است. خیلی عجیب هست، انسان تعجب میکند، خالق زمین و آسمان، خالق همه کائنات، از فوق آسمان ها آیات و پیامبر صلی الله علیه و سلم در رسول جبرئیل را روان می کند که نه تنها در دنیا از نظر و منظر اسلام کسی حق ندارد حق فرزندان دخترش را ضایع کند، روز قیامت این هست از دختران پرسان می شود به کدام جرم و کدام گناه شما را کشتن یا حقتان ظلم قائل شدن. ولی کسی که قرآن می خواند یا ترجمه و تفسیر می خواند این آیت خیلی اهمیت دارد. وإذا الموجودة سئلت، موجود روز قیامت میدان محشر است، روزی فرا رسد که الله سبحانه و تعالی سوال کند، از چی کسی سوال کند؟ از اون دخترانی که در حقشان ظلم شده، تعدی صورت گرفته، تجاوز شده، خونشان به ناحق ریختانده شده، زنده به گور شده، تبعیض بین انسانیت اونها قائل شده، الله به او سؤال بکنه بأی ذنب قتلت، به کدام گناه شما را کشته، جرم شما چی بود، چی گناهی انجام داده بودید؟ مگر یک طفل معصوم چی گناه دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند در امت ما قلم از روی سه کس برداشته شده است. یعنی سه نفر هستند اونها مؤاخذه نمی شن، اونها را الله بخشیده. یکی طفلی است که هنوز به سن بلوغت نرسیده، اگر گناهی انجام میده، اشتباهی انجام میده، الله اون را مؤاخذه نمی کند. دوم مجنون و یا دیوانه هست، کسی که دیوانه هست، ولی دیوانه محاکمه نیست در روز قیامت، چون نمیدارد. یکی دیوانه هست، یکی کسانی هستند که خود رو به دیوانگی میزنن. فرق هست بین این دو. خیلی افراد هستند که ظاهرن میگن ما دیوانه ایم ولی پول خوب تشخیص میدن، نفع و منفعتشان را خوب تشخیص میدن، جایی که به ضررشان شد میگن ما دیوانه. سبون کسی که در خواب است اگر مرتکب گناهی میشود، خطایی میشود در حالت خواب، اینها قلم از اینها برداشته شده است، به او لحاظ است که الله سبحانه و تعالی به صورت سؤالیه استفهام یا کنایتن میگه بی‌ای ذنب قتلت، و کدام گناه شما را کشتن ای دختران در دنیا. یعنی که شما گناهی نداشتید، معصوم بودید، پاکیزه بودید، شما که قابل قدر بودید، شما که هیبه و هدیه ارزشمندی الهی برای بندگان خدا بودید، چرا در حقتان ظلم کردن؟
چرا فرقی بین شما و بین پسران قائل شدن؟ چرا تولد پسر رو برای خود مایه فخر می داشتن ولی تولد دختر معینن نفرت؟ و الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید که دختر یک هدیه الهی است برای هر کسی که خدا لازم ببینه، لایق ببینه، ارزشش داشته باشه، الله برایش لایق بکنه. خیلی از ما امروز برای ما مسلمان فرق قائل بین پسران و دختران هم پسر بیشتر عزت میکنیم، حرمت میکنیم، قدر میکنیم، ولی به دختر کمتر رسیدگی میشه. کسی اگر با این نیت، با این مفکوره در یک فامیل باشه، ولو اگر نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، مسلمان باشه، باید در ایمانش تجدیدی نظر بکنه، چون او در حقیقت انتقاد به الله گرفته، نه برای دختر، چون خالق این دختر الله است. چقدر الله واضح می‌فرماید در قرآن در آیه 48 سوره شورا: لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، قدرت و توانمندی و پادشاهی زمین و آسمان از آن الله است. یخلق ما یشاء، می آفریند، خلق می کند آنچی را که بخواهد. اگر الله برای کسی دختر داده، الله خواسته که تو دختر داشته باشی. یخلق ما یشاء، خیلی مهمه این جمله، الله می آفریند چیزی که بخواهد. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، و بعد میگه الله میبخشد برای کسی که بخواهد پسر، برای کسی که بخواهد دختر، الله میبخشد. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، میبخشد برای کسی که بخواهد الله دختر، برای کسی که بخواهد پسر، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا هر دویشه برای یک انسان میده. و شما ببینید خیلی کسان دختر دارن پسر دارن، و خیلی افراد هستن تمام پسر دارن دختر ندارن، یا خیلی هستن دختر دارن پسر ندارن. مهم اینجاست که الله به این فرزندان هدیه من الله از طرف شما، شما هیچ کاری نیست. چرا الله چند نمونه رو در دنیا آفریده؟ یک کسی بدون پدر و مادر خلق کرده، یک کسی بدون پدر تنها از مادر آفریده. به خاطر ایست که انسان مقبول نشود که ما در این خلقت نقش داریم و در برام اسباب هستیم، این دا کاری نیست. آدم در الله بدون پدر و مادر به دنیا میاد، پیدا میکنه. معنیش این است که اگر من الله بخواهم، قدرت دارم، توان دارم که بدونی زن و مردم انسان رو پیدا کنم. عیسی علیه السلام بدون پدر تنها از مادر پیدا می کند. معنیش این است، الله نشان میده، میگه اگر من الله بخواهم، بدون مردم می توانم فرزند تنها از زن دنیا بیارم. قدرت من است. ولی در جانب در این آیت قرآنی است، آیت 48 سوره شورا، یهب لمن یشاء، فرزند الله میگه هدیه هست، هیبه هست، یک بخشش است از طرف خدا برای انسان. آیا اگر کسی یک تحفه ارزشمندی برای شما بیاورد از انسانهای همراه و شما، شما وقتی تحفه را باز بکنید اعتراض میکنید که والله این مقبول نیست و گنده است و این به درد ما نمیخورد و چرا بیهوده آورده ایره، مگر قرض میخواستی؟
یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. الله اکبر. اگر الله بخواهد برای کسی پسر میدهد، بخواهد برای کسی دختر میدهد، بخواهد برای کسی هم دختر میدهد هم پسر میدهد، و الله بخواهد برای کسی هیچ نمیدهد و یجعل من یشاء عقیما. نازا نگاه میکند هم سر هیچ پسر نمیده برش. این کار الله هست. چقدر ما انسان ها در جهالت قرار داریم. حضرت زکریا علیه السلام ازدواج میکنند تا 70 سال خدا برش فرزند نمیده ولی تشویش نمیده، مایوس نمیشود، ناامید نمیشود، پیش این طرف و آن طرف و فالبین و گاهی که تمیز دارگر نمیدود ولی اگه تمیز بده خدا برش بچه بده. انتظار میکشد، امیدوار است، زمان دعا میکند که پروردگارا برایم فرزندی عطا کن. دیگه انی وهن العظم منی و شعر الرأس شید بروردگارا کمرم خمیده، موی سرم سفید شد، هنوز برایم فرزند نداریم، چی میشه فرزند عطا کنم تا پشت سر من وارث من باشه؟ ولی جوان امروزی ما، خواهر عزیزی امروزی ما با مجرد 6 ماه از ازدواج، 1 سال از ازدواجش میگذره ببینی سر صدا برد میشه پیشی ای فارمین و او کارن و او جادوگر و او صاحب و او فرار و او فرار و دروازه ایمان دویده روان است. ما اولادار نشد، ما یک تعویز بود، ما خیلی مشکل داریم از بزاره اعتقاد. الله میگه در قرآن یک قول من نیست، حدیث هم نیست که بگن اختلاف درجه، ممکن صحیح باشه و نباشه، نص صریح قرآن است. میگه قدرت زمین و آسمان از آن الله است. میگه خالق الله است، یخلق ما یشاء، هر چی او بخواهد میآفرینه. اگر او نخواهد تمام ساحران و جادوگران و فالبینان روی زمین جمع بشوند، نمیتوانند برای کسی فرزند بدهند. فرزند دادن از توان پیامبر هم نیست. وقتی پیامبر با اون مقام و عظمتش، با اون جایگاهش، با اون محبوبیت و مقامش نزد الله سبحانه و تعالی قدرت و توانی نداره که یک فرزند در دنیا و کسی تعویض بده که فرزند پیدا شده، این فالبین چی میده؟ چرا پولتان رو مصرف میکنید؟ چرا وقتتان رو ضایع میکنید؟ چرا خودتان رو به گناه آغشته میکنید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم چی هشدار عجیبی داره؟ من اتا ساحرا او عرافا او کاهنا فسأله عن شیء فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. کسی که نزد این فالبینا میره، این جادوگرا میره، این کاهنا میره، یک چیز ازش سؤال میکنه، بعد یک چند دروغ گفته روان است و چنین است و چنان، و بعد این حرفش تصدیق میکنه، فقط کفر بما انزل علی محمد و تحقیق که کافر شده این انسان در قرآن که بر محمد نزل. چرا قرآن که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده میگه فرزند الله باشه، خالق الله هست، کسی دیگه هیچ توانی نداره. نکته مهم اینجاست، الله میگه دختر و پسر هر دو هدیه الهی است. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، برای کسی بخواهد پسر میده دختر، برای کسی دختر میده پسر میده، برای کسی پسر میده دختر میده. او بهتر میداند که کدام یکی به مصلحت هست. خیلی افراد بودن دست برم کردن گفتن خدایا به ما پسر. بعد از 15 سال 20 سال همون پدر به مولایی که از خدا خواستن خدایا پسر بده دستانشان رو برم کردن گفتن خدایا بگیری پسر، نمیخواییم. محتاج شده، شرابخوار شده، بیبندوبار شده، مفسد فی الارض شده، پدر و مادر اذیت میکنه. به او لحاظ است که الله در قرآن به ما دو تا دعا را نشان داده از پیامبرانش،
میگه هر زمان از خدا فرزند میخواستیم مثل انبیا بخواهیم. ابراهیم علیه السلام وقت از الله فرزند میخواهد نمیگه خدا بدی بده بچه بده، رب هب لی من الصالحین، پروردگارا برای ببخش فرزند صالح باشه، حالا دختر باشه یا پسر فرمان صالح باشه، مهم نیست صالح باشه. زکریا میگه ربنا هب لنا من لدنک ذریتا طیبه اینکه سمیع الدعا، پروردگارا از جانب خود ببخش برای ما، یعنی از غیر خدا نمیشه، پروردگارا از نزد خود برایم ببخش فرزند پاکیزه صالح صالح. ایشی من از خدا فرزند ندارم، مهم دختر و پسر نیست. هرچی بزرگ مردان در تاریخ بشریت دارید برای بخوانی تربیت شده اید از یک زن هستن، پدر نداشت. اکثریت دانشمندان تاریخ اسلام برای بخوانی میدانید که یتیم بودن و مسئولیتشان یک مادر. من یک روز یک مطلب خواندم، یک قاضی میگفت 40 سال قضاوت کردم، در 40 سال قضاوتم یک نمونه نیامد که یک پدر مادر از دست دخترش شاکی باشن، ولی ممکن صدها قضیه آمد که پدر مادر از دست فرزندانشان گیر کردن از دست پسران. چرا خیلی ما را نمیخواهد؟ الله میگه من میدانم چیزی که شما نمیدانید، پس بگوید یا الله چیزی که به خیر ما هست، صلاح ما هست، برستگاری دنیا و آخرت ما هست برای به ما عمل. دختر یک هدیه هست از طرف الله، یک هبه الهی است. الله سبحانه و تعالی در سوره نحل یک تصویری از انسان‌های دوران جاهلیت به ما معرفی می‌کند. مگر انسان‌های قبل از اسلام، یعنی پیش از آمدن محمد صلی الله علیه و سلم، چنین برداشت داشتن از دختران، متنفر بودن، می‌کشتن، ظلم می‌کردن، در بازار می‌فروختن، دختر را مایه ننگ و شرم می‌دانستن برای خود. الله او را مذمت کرده. ولی ما امروز می‌بینیم خیلی مسلمان‌ها این انگیزه در فکرشان هست، مسلمان هم هست. اگر مجرد دو تا یا سه تا دختر الله برش رعایت کرد، فوراً می‌بینیم وسواس و تشویش شروع میشه. والا خدا ما پسر نداد. حالا تصمیم می‌زنه دوم می‌بینیم که از می‌زنه الله پسر نداد. مگر همون خالقی که از زن اول می‌خواد از زن دوم هم معروف خالق است، کسی دیگه نیست. قدرت داد. یا خجالت میکشد وقتی ازش پرسان کنی چند تا اولاد داری، بسیار روشن و ساره میگه اولاد اون تا دختر بود پسر ندارم، فرق نست، شرم نیست. و اگر بشرمیدی و خجالت کشیدی، همون عادت دوران جاهلیت در تو هم هست. الله میگه و اذا بشیر احدهم بالانثى ظل مسودا ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم من سوء. میگه در زمان جاهلیت وقتی برای یک کسی بشارت داده میشد در خانه شما دختری به دنیا آمده، الله برای دختر داده، میگه چهرهش سیاه میشد، رنگش تغییر میکرد، عرق در جبینش آشکارا میشد، خجالت میکشید. یتوارا من القوم، از شر دست قوم خود پنهان میکرد. مردم برش میگفتن بدل دختران، خانه دختر پیدا شده، تو قیلت نداری، یا فلان یا فلان. عجیب است که امروز در قرن 21 در بین جامعه اسلامی هم چنین افرادی وجود دارد، از دختر خجالت میکشن، شرم میکنن. الله میگه چی بد یک برداشت داشتن اینها. و همون بود که زمانی که اسلام میاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم با اخلاقش و تعامل به برخوردش با دخترانش برای مردم نشان میده که این دختر چی کس است. میفرماید صلی الله علیه و سلم
من کان له ثلاث بنات، کسی که برایش سه تا دختر الله عنایت کنه، یا در روایت دیگر آمده دو تا دختر الله برش بده و او در تربیت اینها تلاش بکنه، اینها رو تربیت سالم بکنه و بر اینها رحم و شفقت و ترحم داشته باشد، وجبت له الجنه، بهش برای این پدر و مادر واجب میشه. یعنی کسی که خدمت دختر رو میکنه الله میگه، ولی پیغمبر میگه در دنیا برش بشارت بهش، بهش نه تنها که به بهش میره، میگه واجب شد بهش در از انسان. در روایت دیگر کسی که دو تا خواهر داشته باشه یا دو تا دختر داشته باشه یا بیشتر یا کمتر، در تربیت اینها کوشش بکنه، مثال او انسان در بهش که هاتی مثل دو انگوشتش اشاره میکنه، میگه کسی که برای این دخترها خدمت کرده، تربیت اینها را درست انجام داده، در روز قیامت مقامش با من رسول خدا یک جاست، مثل این دو انگوش به هم نزدیک است. اشاره میکنه چه انسان های پس خدمتی هستن که خجالت میکشن، شرم میکنن از دختر. و امروز هم یک نوعی ظلم وجود دارد از سر دختران به نام ظلم مدرن است، از ظلم دوران جاهلیت بدتر. شما بعضی از داستان ها وقتی که میخوانید انسان به فکر میفته که یعنی آیا انسانی بوده چنین ظلم کرده باشد؟ شاید فکر انسان میشه که اصلا قابل باور نیست، ولی امروز در قرن 21 شما به مراتب از او ظلم بدتر رو میبینید. روز از روزها کسی آمد از صحابه بعد از اینکه مشرف به اسلام شد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست، گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک گناهی بسیار بزرگی در دوران جاهلیت انجام دادم که وجدان مرا ناآرام ساخته، هر روز خودم را ملامت میکنم ولی آرامش ندارم، یا رسول الله آیا خداوند این گناه را خواهد بخشید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه رحمت خدا وسیع‌تر از گناه شماست، غفران خدا به مراتب وسیع‌تر از گناه شماست و بزرگتر. میگه نه خیر یا رسول الله، خیلی گناه بزرگی کردم. میگه چی گناه کردی؟ میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، در دوران جاهلیت سوزی عزم سفر کرده بودم، در حال که خانومم حامله و باردار بود، رفتم به سفر، بعد از 4 سال از سفر برگشتم، آمدم دیدم در خانم یک دخترک 4 ساله است. از خانومم پرسان کردم که این دختر کیست؟ چون اون زنها هم می دانستن ظلم و تعدی و تجاوز اون مردان زمان خودشان را، فرمود این دختر همسایه است، از ترس ایزی که مبادایی را از بین ببره پدرش. ننگ می دانستن برای خود، قرآن میگه ننگ می دانستن، قرآن که دروغ نمیگه. ظل وجهه مسودا وهو کظیم، وقتی که دختر دید چهرهش سیاه شد، رنگش تغییر کرد. خانم این دختر از کیست؟ زن وقت وضعیت مردش رو میبینه میگه دختر همسایه است، تا اینکه من را به دیگه آرام بشه، آرامش پیدا بکنه، عرص بگیره برای این طفلک. میگه یک روز گذشت، دو روز گذشت، پرسان کردم که از کیست؟ گفت مرد یادید از زمانی که در سفر گرفتی من حامله بودم و باردار، این همون دختر است که الله به ما عنایت کرد. اونها اگر مشرکم بودن خدا شناس بودن، خدا رو میشناختن، ولی برای خدا شرک میآوردن. مرد میگه چهرم تغییر کرد و حالم تغییر کرد، ننگ میدانستم که فردا برا پدر یک دختر سفر کنم. چی گونه برای رفقا، دوستا، خویشاوندانم بگم که این دختر از من است؟ به هر حال میگه به یک بهانه ای را بردم و کشتم با سختترین حالت، یا رسول الله او را با خودم بردم، در حالی که یک چاره ای چغور میکردم زمین کور بیندازم در اون. او با من میگفت پدر چی میکنی؟ این را خاطر چی میکنی؟ میگه من گفت چیزی نمیگفتم، و بعد با مشکل او را در چاه دفن کردم و خاک رو بهش کردم. پیامبر صلی الله علیه وسلم در اون لحظه اشکانش سرازیر شد، فرمود اگر الله نمی گفت که رحمتم بر غضبم سبقت داره، تو بزرگترین انسانی بودی که مستحق مجازات بود، تو باید مجازات میشه.
چیگونه دلچون این ظلم در حقش میاد؟ و ممکن امروز کسی بگه خوب غیر ممکنه این کار. امروز شما میبینید این حالت یک نفر میاد خودم منفجر میکنه صدها زن و طفل و پیر و جوان و کودک تک تک رو پاچه پاچه میده با آتش میسوزن آنها. مگر این کمتر از اون ظلم است؟ اون که یک نفر زنده رو گم میکرد این که امروز میاد صد نفر رو به خاک و خون میکشه. شما در طول هفته گذشته نه مگر مسیر و راهی بهش گفتن همیست میکنی دیگرها برسن دیگرها را به سفره غم بنشانم. یعنی چنین انسانهایی در دوران جاهلیت بودن به اون لحاظ است که قرآن میگه در روز قیامت بزرگترین سوال از سوالهای میدان محشر که در مورد حقوق دختران است بی ای ذنب بین قتلت چه جرم شما کشتن به چه جرمی در حق شما ظلم کردن؟ امروز مگر ظلم نیست؟ خیلی جوانان قوی و کاکه دارن که ننگ میدارن که حق ارث خواهرش بده میگه سنم مگه میراث میدن؟ خیلی مردانی داریم که در زندگیشان حق پسرانشان مال و پسرانشان بخشش میکنن از ترس اینکه فردا دخترش ازش ارث نبرن. مگر این ظلم کمتر از ظلم نیست؟ خیلی افرادی داریم نماز میخوانه، روزه میگیره، حج میره، مسلمانه ولی در بین فامیلش پسرانش نسبت به دخترانش برتری میده یه پسر است. در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید اعدلوا بین اولادکم عدالت بکنید بین فرزندانتان. اگر به یکی هیبه و هدیه خریدی به دیگری هم بخر. اگر یکی بوسه زدی و نوازش کردی دیگرش هم نوازش کن. اگر برای یکی کار بعد میگن اسلام سر زنها ظلم. یعنی به این معنی که اسلام گفته حجاب رعایت. شما در طول هفته دیدید یک روز گرفتن منگین و حجاب رو به دار زدن. اینا مایه بدبختی افغان هاست. ما یک برنامه هم داشتیم در اون امروز به هزارها بهانه میخواهند که لباس زن مسلمان، عزت زن مسلمان، شخصیت زن مسلمان، عفت زن مسلمان رو به هزارها بهانه از اون بگیرن. چون تا زمانی که با حجاب باشه جرأت نمی کنن طرفش نگاه کنن. حجاب زن مسلمان و مرحله صلاح زن مسلمان است. ولی ما تلاش کنیم چون اولین حمله شیطان بر انسان سر لباس انسان. تا زمانی که لباس عزت، شرافت، وقار در تنت باشه کسی نمیتونه برای چیزی بگیره. زمانی میتونن که لباس تعظیم بگیرن او زمان است که هرچی بخواهم میکنن در هر کسی. به این دوست شما میبینید در دنیای پیشرفته ای که دفاع از حقوق زن دارن زن با یک سگ ازدواج میکنن، با یک خر ازدواج میکنن. بزرگترین کارهای شاقه و روده یک زن هست از زن به عنوان یک ابزار و وسیله برآورده کردن غرایز جنسی استفاده میشه و بعد باز میاد در کشورهای اسلامی ما دفاع از حقوق زن میکنه. خودتان شکننده حقوق زن هستی. همه وزیر و وکیلی که داد از حقوق زن میزنه کدام روز زن شدید نمیشه دختر شدید کسی نام زنش خبر نداره دخترش ندیده او حقوق زن از در ناموس من و تو میخواهد نه سر ناموس خودش. زن و بچه خودش که در جای امن، امان یا در اروپا، در آمریکا، در کشورهای سر تا سر امنیت زندگی می این اینجا هر روز شعار داده روان است ما دفاع از حقوق زن همیش دفاع از حقوق شما سر صدا از عکس میدید که چی وضعیت است بنام برادران عزیز و بزرگوار خواهران عزیز و با عزت که آواز من رو میشنم فریب اینها رو نخورید. بهترین مقام، بالاترین مقام، بالاترین جایگاه را برای زن و مرد مسلمان، زن و مرد انسان در مجموع انسانیت اسلام قائل شده. والله قسم حقوقی که در اسلام برای زن داده شده در هیچ قانونی از قوانین دیگر چی وز هیچی سمامی داده نشده به کسی دیگر. اسلام میگه زن
مثل یک ملکه، یک پادشاه در خانه نشسته، مرد از صبح تا روشان جان بکرد برش لباس تهیه بکنه، نان تهیه بکنه، خدمتش رو باید بکنه، از عزت و آبرویش حفاظت بکنه، مثل یک بریگار به دورش باید بچن. هنوز هم میگن که اسلام به عفظن سبب اسلام نیه عزت برای زن روز که کسی که امروز 1,800,000,000 مسلمان دنبال قدم این قدم میگذارن به اتفاق امت اسلامی بزرگترین انسان روی زمین است، مقام زن روز که این انسان بدن میشه از یک زن روز میزن برش استقبال. بعد از توت خلیجه همسرش روزی زن میاد یک چادر هوار میکنه پیامبر صلی الله علیه وسلم، این زن روی چادر میلشه برش عزت و حرمت میکنه. وقتی که بر نگرده زن صحابه میگن یا رسول الله این کی بود؟ چی مقامی داشت که شما برش اینقدر حرمت کردید؟ میگه یکی از دوستان همسرم خدیجه بود، یک زن بود. وقتی گوسفند میرزه بر میکند قسمتی از گوش در بر میداره و روان میکنه به خانه فلان 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 سیاست ببرید، صحابه پرسان میکنن یا رسول الله به خاطر چی؟ میگه اونها با خدیجه روابط دوستی داشتن، از دوستان همسرم بودن. وقتی صحبت میشود از مردان و زنان پیامبر با فخر و افتخار میگه همسرم خدیجه اولین کسی بود که برای ایمان آمد، اولین کسی بود که سرمایه‌اش برای اسلام مصرف شد، اولین کسی بود که با من یک مؤنس و یک همدم بود. به همون لحاظ است لا تکرهن البنات، دخترها را بد ندارید ای امت، فإنهن المؤنسات الغاليات، این دخترها همدم شما هستند، مؤنس شما هستند، غمخوار شما هستند، الغاليات خیلی قیمت دارند، ارزش دارند، گرانبها هستند. یا با دیدی تحقیر نگاه نکنید. بنابراین عزیزان من جایگاه دختر در اسلام این هست که در نماز فرض، پیامبر در نماز صبح ایستاده است، در نماز صبح غالبا طولانی خوانده میشه نماز، یک مرتبه پیامبر صلی الله علیه وسلم کوتاه در این سوره را شروع میکنه، نماز را به ظرف 5 یا 2 دقیقه خلاص میکنه. صحابه تعجب میکنن کدام مشکلی واقع شد، کدام حادثه ای رخ داده، میگن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چی شد؟ چرا با این همه عجله نماز خواندید؟ میگم مگر گیری تفلت نمیشه به گیری؟ مادرش در نماز است، پدرش در نماز است، مبادا تشویش بکنه به خاطر احترام او نماز کوتاه خوانده. عزت دختر ایست در اسلام عزیز. بنابراین جوانان عزیز، کسایی که نو ازدواج کردید، هنوز نو تشکیل خانواده دادید، ما میشنویم در جامعه بسیاری این گفت تکرار میکنن خداوند پسر را در دختر چی؟ خجالت میکشین. باز حتی یک گفت دیگر را تکرار میکنن در ثابت این در مردم با غیرت بود که برادر در عروسی خواهر شرکت نمیکن، این جهالت بود، یک نوعی بدبختی بود، این غیرت نیست. عربا هم زن زنده بگور میکردن میگفتن از روی غیرت میکنیم ما این کار ننگ از بری ما کسی بگم پدر دختر، این غیرت نشد مالا نادرست است. فخر انسان است مخبر برای انسان، جگرگوشی انسان است، هدیه ایران است برای انسان، نباید رو برای خود مایه ننگ بدانه، این مایه فخر است برای انسان. الله سبحانه و تعالی و همین و توفیق عمل نرد بفرمد. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام على اشرف الانبیاء و المرسلین. اله پروردگارا به انسان را شفای عاجل عنایت بفرما، اسیران را آزادی، آن چیه گفته شد یا الله ما توفیق من الهید بفرما، حتی هم برادر هم مشکلی که دارم یا الله مشکلات شد را خودت میدانی حل بگردن و صلی الله تعالی و رسولی محمد و آلیه و اصحابه